از فوتبال به کشتی، ایستگاه قطار تاریخی نیویورک چهارشنبه شب صحنه رویارویی کشتیگیران ایرانی و آمریکایی بود. تیم ملی ایران از 7 کشتی در 6 وزن پیروز شد. کشتیگیران آمریکایی و روس هم امروز روی تشک رفتند. این بازی ها دوستانه است و هدف اصلی آن اتحاد 3 کشور برای حفظ ورزش کشتی در بازی های المپیک است. بهمن کلباسی هم در محل مسابقات بود. ایرانیانی که چندین هفته بی صبرانه منتظر بازی دوستانه ایران و آمریکا و روسیه در قلب نیویورک بودند، در روز این بازی ها از تشویق و حمایت کم نگذاشتند. تیم های کشتی ایران و آمریکا بعد از ظهر روز چهارشنبه خود را آماده رقابتی کردند که هدفش جلب توجه جهانی به این ورزش و جلوگیری از حذف آن از بازی های المپیک بود. جوردن بوروز، یکی از پر افتخارترین کشتیگیران تیم آمریکا، پیش از آغاز رقابت ها گفت به تاثیرگذاری این بازی ها خوشبین است. من خوشبین هستم. با توجه به اینکه بازی های سه جانبه باعث جلب توجه گسترده ای شده، من امید دارم که روی تصمیم کمیته بین المللی المپیک تاثیر میذاره. و خیلی خوشحالم که امروز به مصاف تیم های قدر ایران و روسیه رفتیم. رقابتی که به پیروزی قاطع تیم ایران در برابر کشتیگیران آمریکایی انجامید. از حسن رحیمی و مسعود اسماعیل پور تا مهدی تقوی، حامد تتاری، کمیل قاسمی و احسان لشکری، همه با دست پر از تشک خارج شدند. 6 پیروزی از میان 7 کشتی در وزن‌های مختلف. موفقیت‌هایی که قهرمانان ایرانی آن را از هدف اصلی این بازی‌ها که جلب توجه گسترده به این ورزش و حفظ کشتی در بازی‌های المپیک است کم اهمیت‌تر می‌دانند. دیروز در سازمان ملل و امروز اینجا با جمعیتی که اومده و با اسپانسرهای خوبی که در مسابقات حضور دارن نشون دادن کشتی پتانسیل بالایی برخورداره. خیلی خوشحالم. اصلا هم برد و باختش مهم نیست، مهم اینه که اینجا تونستیم کشتی بگیریم. ولی با این شرایطی که امروز حالا همچنان فکر میکنم اگه بخوان ارزش کنن دیگه خیلی بی‌انصافی باشه. بی‌انصافی که تماشاچیان پر انرژی ایرانی به ویژه پس از درخشش تیم کشورشان امیدوارن هیچ وقت اتفاق نیفته. احساس خیلی بی‌نظیر دارم، خیلی هیجان زدم به خاطر اینکه بعد از مدت‌های بازی بی‌نظیر دیدم، یه مسابقه بی‌نظیر دیدم. فکر نمی‌کردم کشتی اینقدر سطحش خوب شده باشه. مدت‌ها بود تیم آزاد اینقدر خوب نبود. برام خیلی جالب بود که تو وسط منهتن توی همچین جایی بتونم کشتی ایران رو ببینم. این همه جمعیت ایرانی، صدای ماشاءالله ماشاءالله، تشویق بچه‌ها ایران ایران. امیدوارم که این کشتی بتونه تأثیری داشته باشه این بازی روی رأی کمیته المپیک. روزی پر از موفقیت برای تیم ایران اینجا در نیویورک و البته همه کشتی دوستان، چه ایرانی چه آمریکایی، اونایی که دلشون می‌خواد این ورزش در المپیک بمونه. بهمن کلباسی، بی بی سی، نیویورک. دو قرن است که انجمن سلطنتی فیلارمونیک بریتانیا برای حفظ موسیقی فعالیت می‌کند. این هفته 5 موسیقیدان به عضویت این انجمن درآمدند، از جمله احمد سرمست، رئیس انستیتوی ملی موسیقی افغانستان. آنایتا شمس گزارش می‌دهد.